در 60 ثانیه تاریخی ماندگارترین ها بیشتر افتخارات ایران زمین را بشناسید. بی‌سوادی که پایه‌گذار سواد‌آموزی نوین در ایران و بانی مدارس غیرمکتبی رایگان و همگانی در ایران را بشناسید. همراه من باشید. اسدالله معرفت سواد نداشت، ولی وقتی مدارس جدید تو روسیه رو دید به این فکر افتاد که در میهن خودش چنین مدارسی رو تأسیس کنه. ایشون تو سال 1275 اولین مدرسه رو تو زادگاه خودش یعنی شهر خامنه بنا کرد. مدرسه دوم رو 2 سال بعد تو مشهد و سومیش رو هم تو شهر پتروفسکی روسیه برای بچه ایرانی ساخت. آقای معرفت میز، نیمکت و تخت سیاه رو از روسیه به ایران آورد و برای شاگردها هم لباس یک شکل تهیه کرد. اسدالله معرفت خرج وسایل دانش آموزان و حقوق معلم ها رو هم میداد و برای تأمین مخارج مدارس بعد از مرگش چندین مغازه رو وقف کرد تا با درآمد اونها مدارس پا بر جا بمونن. این تاجر نیکوکار سرانجام تو سال 1293 در حالی که باعث باسواد شدن افراد زیادی شده بود و به میهنش خدمت کرده بود تو زادگاهش چشم از جهان فرو بست.